درود به همه، دوباره برگشتیم با دومین درس آموزش فاینال کات پرو. این جلسه قراره اد و اینسرت کلیپ ها داخل تایملاین رو یاد بگیریم. با من همراه باشید. درس قبلی گفته بودیم که چجوری میتونید کلیپ ها رو سلکت و وارد تایملاین کنید. خب حالا اگه چند کلیپ رو با هم دیگه سلکت کنید، زمانی که میخواید اونها رو درگ کنید، آیکون ظاهر شده کنار موس به شما نشون میده که چه تعداد کلیپ رو سلکت کردید. به راحتی میتونید اونها رو درگ کنید و داخل تایملاین رها کنید. همچنین میتونید با درگ کردن یه فایل رو از داخل فایندر مستقیم وارد تایملاین کنید. میبینید که کلیپ وارد شده، زیر مجموعه بخش کلیپ ها دسته‌بندی میشه. حالا اگه یک کلیپ رو درگ کنیم و روی کلیپ های داخل تایملاین رها کنیم، توسط این خط به کلیپ پایینی لینک میشه و از حالا به بعد زمانی که این کلیپ رو جابجا کنیم به صورت یک فایل گروپ شده با همدیگه جابجا میشن. و اگه یک کلیپ رو درگ کنیم و روی این کلیپ نگه داریم، آیکونی که کنار موس به نشانه مثبت سبز رنگ نشون داده میشه به معنی ریپلیس کردن یا جایگزین شدن کلیپ انتخاب شده روی این کلیپ. با رها کردن اون، گزینه‌های مختلفی برای ریپلیس کردن ظاهر میشه که درس مختص خودشو داره. اما بریم سراغ اینسرت کردن کلیپ ها داخل تایملاین. اگه پلی هدتون رو مثلا بین دو تا کلیپ قرار بدین و بعد یک کلیپ رو داخل پنجره براوزر سلکت کنید، میتونید با زدن شورتکات W این کارو انجام بدید و یا با کلیک کردن روی آیکون اینسرت. میبینید جایی که پلی هد قرار داره کلیپ اینسرت میشه و مابقی به جلو هل داده میشن. با زدن شورتکات کامند مثبت تایملاین رو در اصطلاح زوم کنید. حالا این بار پلی هد رو وسط یک کلیپ قرار بدیم و بعد دوباره یک کلیپ رو سلکت کنید و با زدن شورتکات W اینسرت کنید. میبینید از جایی که پلی هد قرار داشت کلیپ کات شد و کلیپ جدید بین اونها اینسرت شد و مابقی رو به جلو هل داد. حالا شاید بخواید کلیپ ها به هم نچسبن و یه فضای خالی یا در اصطلاح یه صفحه مشکی بین دو تا کلیپ داشته باشین. برای این کار باید گپ بسازید که میتونید با رفتن به منوی ادیت، بخش اینسرت جنریتور و انتخاب گپ یا با زدن شورتکات آپشن W این کار رو انجام بدید. اما گزینه دیگه ای که داخل بخش اینسرت جنریتور هست، یعنی پلیس هولدر، با زدن شورتکات کامند آپشن W یا با کلیک کردن روی اون میتونید یه پلیس هولدر ایجاد کنید. یه توضیح کوچیک راجع به یکی از کارهای پلیس هولدر بهتون بدم. امکان داره شما یه پلانی رو بعداً فیلمبرداری کنید که بخواید اندازه اون از حالا توی تدوین شما مشخص باشه و بعد از اینکه ضبط کردین اون رو بیاید درگ کنید و ریپلیس کنید داخل تایملاینتون. برای این کار میتونید یه پلیس هولدر ایجاد کنید، اندازه اون رو مشخص کنید یا با سلکت و کلیک کردن روی این گزینه تنظیمات اون رو تغییر بدین. مثلا اندازه نمای اون رو به مدیوم شات تغییر بدین، تعداد افرادی که قرار داخل شات وجود داشته باشن و مرد یا زن بودن اون رو و تنظیمات دیگه ای. بعد زمانی که کلیپ رو ضبط کردین، کافیه که اون رو از داخل پنجره براوزر درگ کنید و با نگه داشتن روی اون ریپلیس کنید. میبینید که نرم افزار به راحتی با اون تایمی که شما از قبل تعیین کرده بودین کلیپ رو جایگزین میکنه. ریپلیس کردن روی گپ و کلیپ های دیگه مثلا تایتل یا کلیپ صوتی هم انجام پذیره. مثلا دوباره یک کلیپی رو روی گپ نگه میداریم و بعد به راحتی اون رو ریپلیس میکنیم. حالا یک کلیپ صوتی رو امتحان میکنیم، مثلا یه بخش از این رو با زدن شورتکات آی و او انتخاب میکنیم و با درگ کردن و نگه داشتن روی کلیپ قبلی کلیپمون رو ریپلیس کنیم. اینم از اد و اینسرت کردن کلیپ ها. اگه ما رو سابسکرایب نکردید همین الان این کار انجام بدید. لطفا برامون کامنت بذارید و نظرتون راجع به آموزش ها بگید. برای اطلاع از ویدیو جدید فراموش نکنید که باید زنگوله رو بزنید.